در حالی که خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای سوپرجت 100 متعلق به شرکت سوخوی روسیه در فرودگاه جاکارتا اندونزی منتظر دریافت خبری از سرنوشت نزدیکان خود هستند، دولت این کشور اعلام کرده تمام 48 سرنشین این سانحه هوایی جان خود را از دست داده اند. سخنگوی آژانس تحقیق و امداد اندونزی با اعلام این خبر افزود هلیکوپترها آماده انجام عملیات تخلیه لاشه این هواپیما و قطعات باقی مانده از اجساد قربانیان می شوند. تصاویر ارسالی به وسیله هلیکوپترهای اعزامی به منطقه نشان می دهد که این هواپیما با دیواره کوه آتشفشانی سالاک برخورد کرده است. بنابر گزارش ها خلبان این هواپیما که در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود درخواست کاهش ارتفاع خود از 3048 به 1829 متر را کرده بود که با یک کوه با ارتفاع 1890 متری برخورد کرد. گفته می شود این حادثه ضربه مهمی به صنعت هواپیماسازی روسیه محسوب می شود که سفارش خرید 42 عدد از آنها را از اندونزی دریافت کرده بود. در حال حاضر فقط شرکت ایرفلوت روسیه و شرکت آرماویای ارمنستان از این نوع هواپیما استفاده می کنند.